درود محمد تماسبی هستم توی این قسمت از گرد آتش میخوام از چالشی بگم که پیش روی خودم گذاشتم این چالش حدودا سی روزه و این چالش چالش کارنیور مطلق خب ممکنه براتون سال پیش بیاد که من که کلن کارنیور بودم تقریبا همیشه توی این چهار سال اخیر عمده غذای من مواد غذای حیوانی بوده فراوردهای حیوانی بوده مخصوصا گوشت قرمز و این یکی دو سال اخیر بیش از یک سال اخیر هم که کلا گوشت خار بودن حالا به جز اون استثناءاتی که برای همه پیش میاد حالا چیزی که این بار فرق میکنه این هست که میخوام یه مرحله جلوتر ببرم ببینم چه اتفاقی میافته و انگیزه هام رو هم برای این خواهم گفت مرحله بعدی که میخوام پیش برم اینه که فقط میخوام غذای من از چهار عنصر تشکیل شده باشه گوشت گاف نمک آب آتش همون چهار تا عنصر اصلی دیگه همینا بودن درسته و همچنین البته این رو هم بگم الکترولایت رو هم مصرف خواهم کرد مکمل الکترولایت برای من یک چیز ضروری هست خیلی افراد با مصرف الکترولایت عمل کردشون بهتر میشه و بعضی ها نیاز کمتری دارن بعضی ها نیاز بیشتری من از اون هم که نیاز بیشتری به نمک و دیگر الکترولایت ها دارم و همیشه این رو باید به عنوان به صورت مکمل تأمین بکنم و خب یکی از دلایلش هم این هست که یکی از دلایلش کم بوده خون در رژیم های ماست و دست عدم دسترسی ما به آب قدیم ها در دسترس داشتیم آبهایی که املاح زیاد داشتن و خب این دسترسی ها کمتره و افراد هم فرق میکنن بعضی ها هستن که وقتی کارنیور میشن حتی میتونن بدون نمک کامل کارنیور باشن نیازشون به نمک کمتر میشه من چنین چیزی رو در خودم به طور محرز مشاهده نکردم که حالا کمتر میشه بیشتر میشه تغییر میکنه اندازه نگرفتم این رو و خب حالا تفاوت های این رژیم من این دوره سی روزی که در پیش دارم با قبل چی هست قبلا خب میدونستید که اگر عکس ها دیده باشی دنبال کرده باشید خب تخم مرغ زیاد میخوردم غذای معمول من استیک بود به اضافه تخم مرغ هر بار که گرسنه نمیشدم و خب هم استیک رو و مخصوصا اون تخم مرغ رو مخصوصا با کره سرخ میکردم پس کره هم جزی از این رژیم بود و حالا تصمیمی که دارم این هست که کره و تخم مرغ هم جزی از رژیم نخواهند بود کلا هیچ وقت مشکلی با تخم مرغ نداشتم کره برای بعضی از افراد ممکن التابزا باشه یعنی مواد لبنی ممکن التابزا باشه من هیچ وقت هیچ مشکلی باش نداشتم ولی میخوام ببینم که حالا حذف کردنش چه تغییری ممکنه ایجاد بکنه و تخم مرغ هم بعضی ها با سفیده تخم مرغ مشکل دارن که من خوشبختانه اون مشکل رو هم ندارم و روزانه تعداد خیلی زیاد تخم مرغ میخورم مثلا 6 تا 12 تا این مقدار ولی خب الان دسترسی به این غذای ارزون رو ندارم خب همیشه استیک تخم مرغ هر موقعی که گرست نمی شدم و هر تعداد بیشتری که میخواستم بعد بخورم میتونستم تخم مرغ استفاده بکنم و حالا یه راهی که پیدا کردم این هست که همبرگر هایی که آماده توی فروشگاه هست و واقعا هیچ افزودنی نداره مثلا سویا اینا بهش اضافه نکردن آرد و این چیزها بهش اضافه نکردن خورده های نون بهش اضافه نکردن فقط گوشت چرخ شده است که به صورت همبرگر در اومده اینها قیمت خیلی پایینی دارن و خب دلیلش هم این هست که اینها چربی بالاتری دارن و یه سری قواعدی هست حالا در مورد قواعد اروپا خیلی نمیدونم ولی مثلا میدونم توی آمریکا گوشت اندام اندام رو هم میتونن توی به عنوان بخشی از اون هم بر استفاده بکنن و خب این به نفع ما هم هست هم چربیش خوب هست هم اون گوشت اندام مثل جگر و اینها اگر که جزش باشه به اندازه هم اضافه نمی که مزه رو تغییر بده و به هر حال این به صورت روزانه با آدم میرسه و خب الان منبع غذای ارزان من منبع تکمیلی من شده اون به جای اون تخم مرغ شده اون همبرگرها تغییر دیگه این هست که از مواد گیاهی خب به عنوان یک ایرانی خیلی چای میخوردم و همچنین حالا چای هم چای سیاه هم چای سبز و قهوه که اگر با من آشنا باشید میدونید که یکی از چیزهایی که باعث میشه معتادها رو درک بکنم همین قهوه است و حالا امتحانی که میخوام بکنم اینه که قهوه هم توی یه هیچ کدوم از این روزها نخورم دوره های قبلا داشتم که هیچ وقت قهوه نخورم و مثلا به مدت سی روز شست روز و اتفاقا نتایج جالبی هم داشت مثلا چیزی که باعث میشد که خیلی همون روزهای اول میدیدم خوابم خیلی بهتر می شد و گویا مثلا انگار یه خوابی به خودم بدهی داشتم و همون روزهای اول که کامل قطع شده بود ظهرها هم خوابم میبرد و خواب دلنشینی هم بود چایی ولی مسئله این نداشتم که حالا خواب رو از من بگیره منو استرسی بکنه خب مسئله که با به داشتم این بود و وقتی هم که حذفش میکردم کمکی که به من میکرد این بود که استرس نمیداد دیگه اون استرس, استرسو تجربه نمیکردم توی مصارف روزانه وقتی که مثلا به یک هفته هشت روز میرسید دیگه علائم شروع میشد حتی توی خوابم توی کابوس دیدن تاثیر میذاشت یعنی نه فقط کیفیت از حال لازم عمق و زمان خواب از لازم حالا چیزی که توی رویا میدیدم این هم تاثیر داشت خب حالا این خودش بحث جدایی هست ولی توی این سه چهار ماه اخیر هیچ وقت اینجوری نشد که دوباره معتاد قهوه بشم و مجبور بشم که هر روز مصرفش بکنم ولی حالا چیزی که میخوام انجام, انجام بدم اینه که سی روز میخوام قهوه رو نخورم و چای یکی از چیزهایی بود که خیلی زیاد هم تقریبا میتونستم بخورم فقط زیادیش الکترولایت زیادی از دست میدادم و اگر هم با شکم خالی میخوردم ناراحتی توی معدم ایجاد میکرد و یه حالت ناخوشایندی داشت و خب میدونستم که که مصرف بکنم که این حالت پیش نیاد با شکم خالی هیچ وقت نمیخوردم آ... مثلا یک قبل از غذام و معمولا بعد از غذام حالا یه فاصله ای بعد از غذا میتونستم چای بخورم اون هم نه به مقدار خیلی زیاد و حالا میخوام اینها رو هم حذف بکنم انگیزم چی از این کار اینکه یک خیلی ها گزارش دادن که وقتی که همه چیزها رو حذف میکنن و فقط همین چهار عنصر اصلی است گوشت نمک آب آتش یه بهبود بسیار بزرگی رو مشاهده میکنم و من کلا هم توی دوره کتویی که, که بودم یه بهبودی رو توی عمل کرده ورزشی احساس میکردم خیلی زود بدنم ریکاوری میکرد بازیابی میکرد و چیز دیگه ای که هست کارنیور که شدم این شرایط بسیار بیشتر به صورت عجیبی بهبود پیدا کرد توی تابستون ها عمل کرده بهتری هم داشتم فکر میکنم ویتامین دی یه تأثیری داشته باشه و آفتابی گرفتن ولی خب همین روزها هم که الان خورشیدی در آسمان نیست و واقعا آفتابی نیست و به خاطر کاری هم که انجام میدم همیشه توی خونه هستم وقتی که آفتاب بیرونه عمل کرده ورزشم خیلی خوبه و سرعت باز یا بیم و سرعت ریکاوری من خیلی بالا هست به طوری که دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه، اینها روزهایی است که ورزش رزمی انجام میدم یه روز ام یه روز جوجیتسو یه روز باز جوجیتسو البته بدون گی و یا بدون کیمونو و یه روز هم موایتای و خب حالا این ورزش ها بعضا فرق میکرد توی هفته قبلی ولی حالا میخوام این رو امتحان بکنم که و همیشه هم ریکاوریم طوری بوده که روز بعد تقریبا آماده آماده بودم برای دوره ورزش بعدی حتی با وجود اینکه صبح هم زود بیدار میشم به خاطر کاری که اخیرا دارم و از سرعت بازیابیم راضی بودم و مقداری این سورنس گرفتگی از, اولاد از اولاد نداشتم که بخواد مانع ورزش من بشه اما دکتر چفی که باش مصاحبه کردم و کلیپ هایی ازشون گذاشتم یه چیز جالبی تعریف کرد و توی پادکست های دیگش هم گفته که این شاید یکی از بزرگترین دلیل های من باشه که کنجکاوم و میخوام این دوره رو امتحان بکنم که این سی روز چه تغییری ممکنه مشاهده بشه این هست که دکتر چیفی میگفت که من وقتی که گیاه رو کامل حذف میکنم روغن های گیاهی کاملا حذف میشه و فقط گوشت گاو میخورم هیچ سورنسی هیچ گرفتگی از ازولات، تجربه نمیکنم حتی اگر ساعت ها ورزش بکنم حتی اگر مداوم ورزش بکنم و یه داستانی رو تعریف میکنه از زمانی که شاید مثلا چهار ساعت اینها ورزش کرده بود باز روز بعدش هم ورزش کرده بود تا اینکه یه روز دیگهش با دوستش میره قهوه میخوره و همون قهوه که میخوره این گرفتگی ازولات اولاد رخ میده ولی بقیه موقع اصلا گرفتگی ازولات نداره و چون که تعریف هم میکنه خیلی از اوقات مثلا چهار ساعت اینها توی باشگاه هست و مثلا به یه مناظره ای به یه پادکستی گوش میده و ورزشش رو میکنه چون که دیگه اینجوری میتونه توجیح بکنه که این چهار ساعت فقط به وزن بلند کردن نمیگذره بلکه کار دیگه هم داره همزمان هم باش انجام میده خب با وجدان خیلی راحت این همه ساعت رو به ورزش اختصاص میده و هیچ وقت اون گرفتگی از رو تجربه نمیکنه و شاید که از بزرگترین انگیزه های من همین باشه که این سرعت بهبود رو این سرعت ریکاوری رو بیشتر هم بکنم و با توجه به اینکه این کلاس های ورزشی دقیقا روزهایی پشت سر هم هستن و خب انتخابش هم دست خودم نیست چون که خصوصی نیستن عمومیان میخوام ببینم که چه تفاوتی توی عمل کردم و پیشرفتم حاصل میشه یکی از دلایل بزرگم همینه و دلایل دیگه هم این هست که میخوام فقط ببینم منتظر بشنم ببینم چه تغییر توی بدنم ایجاد میشه و به جز یک روز که یک تولد دعوت هستم تصمیم ندارم که چیزی جز همین استیک و و تکملش هم همون همبرگرها بخورم حالا شروع چالشم دقیقا امروز نیست در واقع دیروز بود البته فکر میکردم که حذف چایی واسم خیلی چالش بزرگی باشه فکر میکردم که چند روز بش... به زمان نیاز داشته باشم که بخوام اون رو هم حذف بکنم حالا قهوه رو رابطه ما با قهوه خیلی کنترل کردم و خیلی راحت میتونم یهو نخورم و هیچ نه سردرد ایجاد میکنه نه کرختی واسه هم ایجاد میکنه نه چیزی ولی دیگه این چایی رو هم بخوام از خودم بگیرم به عنوان یک ایرانی کم سخت سخت به نظر میرسید اما دیدم که از همین دیروز تونستم به این صد درصد کارنیوار گوشت گاوی برسم بدون اینکه حتی چایی بخورم و امروز روز دومه و از همون دیروز هم همین بهبود خواب با حسب چایی هم مشاهده شد و خیلی واسم عجیب بود چون که فکر نمیکردم این میزان از تحریک کنندگی رو داشته باشه که حسبش بتونه این خواب عمیق رو برمقام بیاره که یه خواب عصرگاهی هم داشتم و امروز هم بعد از کار و دلیل اصلیش که صبح بیدار شده بودم ولی خب در روزهای دیگه ای هم که به همین میزان خسته بودم نمیتونستم این مقدار بخوابم ولی یه خواب جانانه ای رو امروز داشتم و این تغییری هست که توی روز دوم دارم احساس میکنم و به طور کلی توی این سی روز چالش به این شکل خواهد بود و برنامه به این شکل خواهد بود و میخوام ببینم که چه اتفاقی میفته چه تغییری مشاهده میکنم و نتیجه را با شما در میون خواهم گذاشت خیلی ممنون که با من همراه بودید پیروز گامیاب باشید تا برنامه دیگه تا دیدار دیگه